کالبد دردمند جمعی زنان کالبد دردمند جمعی ابعاد گوناگونی داره همه قبایل ملت ها و نژادها کالبد دردمند جمعی خود رو دارن کالبد دردمند جمعی بعضی ها فربتر از دیگری البته همه اعضای قبیله یا یک ملت یا یک نژاد به میزانی متفاوت در کالبد دردمند جمعیشون صحیمند تقریبا تمامی زنان از کالبد دردمند جمعی زنان می دارند این کالبد معمولا در دوران قاعدگی فعال میشه در این زمان زنها از احساسات منفی سرشار میشن سرکوب و تحقیر زنان به ویژه در 2000 سال گذشته باعث شده تا ایگو بر روان بشری سلطه پیدا کنه زنها هم ایگو دارند اما ایگو در مردان راحت تر فربه میشه. زنها کمتر از مردها به هویتی ذهنی از خود تکیه می کنند. زنها بیشتر از مردها با شعور باطنی خیش در تماسند. یعنی زنها شهودی تر از مردها هستند. ساختار زنها منعتف از ساختار مرد است. زنها نسبت به زندگی حساسیت بیشتری دارند و به روی زندگی گشوده ترند. زنها با طبیعت هماهنگ ترند. اگر توازن میان انرژی زنانه و مردانه به هم نریخته بود رشد ایگو بسیار کند میشد از تعداد جنگ ها کاسته میشد و ما این چنین از خود بیگانه نمیشدیم طی یک دوره 300 ساله دادگاه تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک روم حدود 5 میلیون زن رو به جرم ارتکاب به سحر و جادو و همچنین به جرم خروج از دین وحشیانه شکنجه کرد و سپس کشت. این واقعه همسنگ واقعه یه هولوکاسته و هر دو حکایت از شب تاریک روح آدمی دارن. اون روزها اگر زنی به حیوانات علاقه نشون میداد یا به تنهایی در دشت و مزرعه یا جنگلی راه میرفت و تفریح می کرد و یا به جمعوری گیاهان جنگلی می پرداخت بیدرنگ متهم می شد که ساهر است. اون وقت اونو می گرفتند و شکنجه می کردند و می کشتند. هنگامی که زن بودن جرم محسوب میشد این جرم پنهان شد و بشر یکی از ابعاد دوگانه وجودی خیش را از دست داد آری از هنگامی که زن سرکوب و تحقیر شد انسان نیمی از وجود خود را از دست داد ادیان دیگه هم زن را تحقیر کردند و زن بودن را جرم و گناه تلقی کردند زن جزو دارایی های مرد تلقی شد و جایگاهش به سطح ماشین جوجه کشی تنزل پیدا کرد. مردانی که ساحت زنانه خیش را انکار می کردن را به دست گرفتن و فرمان راندن. به این ترتیب جهان تعادل خود را از دست داد. دنیای بی تعدل دنیای دیوانه دیوانه بود. در این دنیای دیوانه دیوانه بود که جنون و جنگ و خشونت ساده شد. چه کسی ترس از جنس معنس رو ایجاد کرده بود چه کسی این پارانویای مزمن رو ایجاد کرده بود بدیهیه که مردان چنین ترس بیمارگونهای رو ایجاد کرده بودند البته تمدن‌های باستانی پیش از مسیحیت مانند سومریها مصریها سلتیها به زنان بسیار احترام می‌ذاشتند و هرگز از جنس معنس حراسی نداشتند چه عاملی باعث شد که ناگهان مردان از زنان بترسند و احساس کنند از طرف زنان تهدید میشن؟ این عامل چیزی نبود مگر ایگوی مردان ایگو میدونست که تنها در هیئت مردانه میتونه بر سیاره زمین حکم فرمایی کنه بنابراین قدرت زنانه باید از بین میرفت ایگو نمیتونست خود رو به راحتی در زنها مستقر کنه برای استقرار ایگو ساحت مردانه مناسب تر بود ما اکنون در ای زندگی میکنیم که در آن سرکوب زنان نهادینه شده سرکوب و تحقیر زنان زخمی عاطفی بر کالبد عاطفی آنها ایجاد کرده این زخم کالبد زنان را دردمند کرده این زخم بخشی از کالبد دردمند عاطفی زنان شده البته علاوه بر این زخم باید درد هزاران ساله زایمان تجاوز بردگی و شکنجه را هم یادآور بشیم این دردها به تدریج روی هم تلمبار شدند و کالبد دردمند جمعی زنان را شکل دادند اما اکنون همه چیز در حال دگرگونیه این دگرگونی فزایند است و هر روز سرعت بیشتری پیدا میکنه بسیاری از آدمها از خواب قفلت بیدار شدند ایگو به تدریج سلطه تمامیار خود بر ذهن آدمی را از دست میده از اونجایی که ایگو هرگز نتونسته در زنها ریشه عمیق به دونه شتاب بیداری زنان بیشتره. کالبوت های دردمند ملی و نژادی بیتردید کشورهایی که با خشونت های اجتماعی بیشتری مواجهند کالبد دردمند عاطفی فربه و سنگینتری دارند. به همین دلیل ملت هایی که تاریخ طولانی تر دارند و با حوادث تلخ بیشتری روبرو رو بودند کالبوت های دردمندتری دارند. کشورهای جوانی مانند کانادا، استرالیا و یا کشورهای مانند سوئیس که از جنون و خشونت همسایه های خود در امان بودند کالبد دردمند سبکتری دارند. البته در این کشورها هم تک تک افراد دارای کالبد عاطفی دردمند هستند. اگه گیرنده های قوی داشته باشی، در بعضی از کشورها به محض اینکه از هواپیما پیاده میشی سنگینی انرژی منفی اون کشور رو احساس میکنی در بعضی دیگه از کشورها میتونی خشونتی رو احساس کنی که زیر لایه های روحی زندگی روزمره خود رو پنهان کرده در بعضی از کشورهای خاور میانه کالبد دردمند عاطفی چنان در تب و تابه که ایگوی بسیاری از شهروندان برای بازسازی مدام خود به خشونت متوسل میشه و به این وسیله کالبد دردمند جمعی فربهتر و سنگین میشه. در کشورهایی که کالبد درد سنگینه ولی دیگه حاد و بحرانی نیست این آمادگی در مردم هست تا تلاش کنند تا در برابر کالبد درد جمعی حساسیتشون کمتر بشه. مثلا در آلمان و ژاپن از طریق کار کردن یا در چین کالبود سنگین دردمند تا حدودی به دلیل تمرین گسترده تایچی تسکین پیدا کرده و جای تعجب اینجاست که این مراقبه در زمان دولت کمونیستی غیرقانونی اعلام شده بود چون در غیر این صورت دولت در مقابل مسائلی که نمیتونست اونها رو کنترل کنه احساس خطر میکرد هر روزه میلیون نفر از مردم در خیابانها و پارکهای شهر این حرکت مراقبه رو که موجب سکون ذهن میشه انجام میدن. این کار تفاوت قابل توجهی در میدان انرژی جمعی ایجاد میکنه و از طریق کاهش فکر کردن و ایجاد حضور به نوعی موجب تضعیف کالبد دردمند میشه. تمرینات معنوی که جسم رو هم درگیر میکنند مثل تایچی و یوگا در دنیای غرب هم به نحوی فزاینده مورد استقبال قرار گرفتند این تمرین ها باعث ایجاد جدایی بین جسم و روح نمیشن و میتونن کالبد دردمند عاطفی رو تحلیل ببرند و تضعیف کنند و در بیداری جهانی موثر واقع بشن کالبد دردمند عاطفی یهودیان بسیار فربست. اونها قرنها مورد آزار و اذیت قرار داشتند آور نیست که سرخ‌پوستان آمریکا هم کالبد دردمند سنگینی دارند. اونها هم توسط مهاجران اروپایی قارت شدن و سرزمینشون به زور به تصرف سفیدپوستان مهاجر درآمد. اجداد اونها توسط مهاجران اروپایی هلاک شدند و اجدادشون به بردگی کشونده شدند. سیاهان آمریکا هم واجد کالبد دردمند سنگین و فروبه‌ای هستند. بر بومیان آمریکایی و سیاه پوستان اون کشور ستم فراوانی رفته کالبد دردمند این دو نژاد به بخشی از کالبد دردمند کل آمریکا تبدیل شده آنکه ظلم میکنه فقط به مظلوم ظلم نمیکنه ظالم ابتدا حقیقت خیش رو برباد میده تا بدون بر مظلوم چیره بشه ظلم ابتدا دامن ظالم رو میگیره هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک بد کنی. مهم نیست که چه میزان از کالبد دردمند عاطفی تو به ملت یا نژاد تو مربوط میشه و چه میزان به تو و شخص تو مربوط میشه. در هر حال فقط زمانی میتونی از این کالبد دردمند خلاص بشی که مسئولیت وجود اون در خیشتن رو شخصا به عهده بگیری. اگرچه راحت تره که مسئولیت وجود اون در رو به عهده دیگری بذاری و تقصیر رو متوجه دیگری کنی اما تا زمانی که دیگری و دیگران رو مقصر میدونی به کالبد دردمند عاطفی خود قضا میدی و اون رو فربتر میکنی برای تمام شرارت های بشری فقط یک مقصر وجود داره و اون هم جهالت و نادانیه ناخداگاهی انسانه. اگر این نکته رو بفهمی به ساحت بخشش حقیقی وارد شده ای. در ساحت بخشش حقیقی تو دیگه خود رو قربانی نمی پنداری. وقتی که هویت قربانی بودن و مظلوم بودن تو از بین میره حقیقت تو پدیدار میشه. حقیقت تو حضور هوشیارانه تو در لحظه حاله. اکنون به جای سرزنش کردن ظلمت شمعی برمیافروزی ظلمت را اگر نتوان به تمامی زدود میتوان به اندازه روشنی شمعی از اون کاست اون وقت که شمعی روشن میشه ظلمت میشکنه اکنون اگر به سراغ زندگی میری براش چراغی میبری چراغ روشن حضور و آگاهی خیش رو فصل ششم رهایی. برای اینکه از کالبود دردمند خود رها بشی در درجه اول باید وجود اون رو بپذیری. دوم و مهمتر اینکه بپذیری که از توانایی حضور برخوردار هستی. توانایی اینکه حضور داشته باشی و هوشیار باشی حضور و هوشیاری برای اینکه به محض فعال شدن این جریان سنگین انرژی احساسات منفی متوجه اون بشی و اون رو مشاهده کنی وقتی که کالبد دردمند خود رو مشاهده می کنی اون دیگه نمی تونه خودش رو به جای تو بزنه و خود رو به جای تو معرفی کنه هوشیاری و حضور آگاهانه تو در لحظه اکنون می تونه هویت سرشته شده از کالبد دردمند رو در هم بشکنه وقتی که با کالبد دردمند عاطفی هم زادپنداری پنداری نمی کنی اون دیگه نمی تونه اختیار فکرهای تو رو در دست بگیره و به همین دلیل نمی تونه از فکرهای تو احتیاجات خود رو برآورده کنه شاید از بین بردن یک باره کالبد دردمند عاطفی کمی دشوار باشه اما اگه برای یک بار هم که شده رشته ارتباطی اون رو با فکرهای خود پاره کنی توانش رو از دست میده و تحلیل میره. حالا دیگه افکار تو رو احساسات تو آشفته نمی کنن و لحظه حال تو رو گذشته سپری شده به یقما نمی بره. آنگاه انرژی گرفتار در کالبد دردمند رها میشه و به لحظه حال تبدیل میشه. به این ترتیب کالبد دردمند عاطفی به سوختی برای آگاهی تبدیل میشه. به همین دلیله که بسیاری از فرزانگان و بیداران عالم زمانی گرفتار کالبد دردمند عاطفی خود بودند. تو هرگز نمیتونی حالت ذهنی و عاطفی خود رو زیر لفافه ظاهر و گفتار و اعمال خود پنهان کنی. حالت ذهنی و عاطفی تو خیلی زود لو میره. هر فردی دارای حوزه انرژی ویژه‌ایه این حوزه انرژی از اون ساطع میشه این حوزه انرژی توسط دیگران احساس میشه مردم حوزه انرژی افراد رو احساس میکنند و متناسب با اون واکنش نشون میدن گرچه ممکنه مردم ندونن که چه چیزی رو احساس میکنن اما در هر حال اونو احساس میکنند بعضی از آدمها ها حساس و در نخستین برخورد به سرعت متوجه حوزه و نوع انرژی مخاطب خود میشند حتی پیش از اینکه گفتگوی میان اونها در گرفته باشه. گرچه پس از این برخورد نخست واژه ها پادرمیونی میکنند و به دنبال واژه ها نقش ها میان و بازی میشن. سپس توجه به ذهن معطوف میشه. هنگامی که توجه به ذهن معطوف میشه از قدرت احساس انرژی افراد کاسته میشه. وقتی که میدونی کال بوده دردمند به دنبال درد بیشتر میگرده یعنی حوادث غمبار رو میطلبه اون وقت متوجه میشه که بسیاری از تصادفات جاده رو رانندگانی موجب شدن که کال دردمند عاطفیشون درست پیش از تصادف فعال شده وقتی که دو راننده با کالبودهای دردمند فعال سر چهارراهی به هم می رسن، احتمال تصادف اونها به شدت اوج میگیره. اون دو راننده بدون اینکه بدونن هر دو تصادف رو میخوان. بسیاری از دعواهای خونین توسط همین آدمهای معمولی صورت میگیره. اونا دچار جنون آنی میشند و ناخداگاه مرتکب اعمال خشونتبار میشن. در بسیاری از دادگاه ها وکیل مدافع اعلام میکنه که موکل من در حین ارتکاب جرم خودش نبوده. متهم هم اعلام میکنه که من نمیدونستم چه کار میکنم بدیهیه که هنگام ارتکاب جرم کالبد دردمند متهم فعال بوده و متهم خودش نبوده اما هیچ وکیل مدافعی تا این نکته رو گوش زد نکرده در واقع این متهم نیست که مرتکب جرم شده بلکه کالبد دردمند عاطفی اون مرتکب جرم شده آیا منظور اینه که آدم های گرفتار کال بوده دردمند مسئول اعمال خود نیستند؟ پاسخ من اینه. چطور ممکنه مسئول باشن؟ چطور میتونی مسئول کاری باشی که هنگام اون هوشیار نبوده ای؟ گرچه در چشمنداز وسیع پیش رو قرار بشر تکامل پیدا کنه و آگاه بشه و اونهایی که تکامل پیدا نمی کنند و جاهل و نادان باقی میمونند دچار پیامدهای ناخوشایند جهل و نادانی خیش میشند اینان با سیر تکاملی عالم همسو نیستند البته نکته بالا هم نسبیه یعنی همه چیز با سیر تکاملی عالم همسوه و نمیتونه همسو نباشه حتی نادانی آدمی و رنج خواسته از این نادانی هم در تکامل عالم نقش ایفا میکنه هنگامی که نمیتونی رنج برخواسته از نادانی خود رو تاب بیاری بیدار میشی. بنابراین در چشمندازی فراختر میبینیم که کالبد دردمند عاطفی هم نقش ایفا میکنه. نقشی که اگه نباشه منظره زندگی ناقص میشه. حضور زنی میان سال به دیدارم آمد. هنگام سلام و احوال پرسی تونستم دردی رو ببینم که در پس به خنده ساختگیش پنهان شده بود. هنگامی که قصه زندگیش رو برام تعریف کرد دیدم که خندش محو شد و دردی که پشت اون خنده پنهان شده بود پدیدار شد. بی اختیار زد زیر گریه. گفت احساس تنهایی و ناخرسندی میکنه. هم می ترسید و هم دردمند بود. متوجه شدم که در کودکی از پدری خشن آزار بسیاری دیده شرایط زندگی کنونیش چندان بد نبود. پس بدیهی بود که درد اون ناشی از شرایط کنونی زندگیش نبود. اون در کالبد دردمند عاطفی خود درد شدیدی داشت. اون از دریچه کالبد دردمند خیش به زندگی کنونی خود نگاه میکرد. کرد. کالبد دردمند اون زندگی کنونی اون رو تفسیر و تعبیر می کرد. اون هنوز نمیتونست ارتباط میان افکار خود و دردهای عاطفیش رو تشخیص بده. اون از افکار و عواطف خیش برای خود هویتی ساخته بود. اون نمیدید که کال دردمند خود رو با افکار خود تغذیه میکنه. به عبارت دیگه اون تابوت هویتی دردمند رو روی دوشش حمل میکرد. اون تا حدودی دریافته بود که دردهاش در خود او ریشه دارند. البته او آماده بیداری بود و به همین دلیل به دیدن من اومده بود. من توجه اون رو به درونش معطوف کردم و ازش خواستم که بدون صافی تعبیر و تفسیر کال بوده دردمندش فکرهاش رو مشاهده کنه. ازش خواستم موقتا قصه اندوه بار زندگی خود رو کنار بذاره. بهش گفتم تو با قصه ی قنبار زندگیت فکرهای خود رو به صورت فیلتر شده میبینی. فعلا این فیلتر رو کنار بذار. اون میخواست راه بیرون اومدن از احساس بدبختی رو نشونش بدم. دوباره ازش خواستم دقایق کالبد دردمند عاطفیش رو که احساس بدبختی میکنه فراموش کنه با اکراه پذیرفت گریه کرد موقع گریه کردن بدنش میلرزید بهش گفتم در این لحظه این چیزیه که تو واقعا داری احساس میکنی این احساس واقعی توه و کاریش هم نمیشه کرد اگر بخوای احساس تو در این لحظه چیز دیگه باشه دردی به دردهای الان خودت اضافه میکنی الان به جای اینکه بخوای این لحظه طور دیگه ای باشه این لحظه رو همین طوری که هست بپذیر بپذیر که احساس تو در این لحظه همینیه که هست آیا اکنون پذیرای احساس خود در این لحظه هستی؟ لحظه هایی در سکوت گذشت ناگهان بیتاب شد انگار میخواست همچون فنری فشرده از جا بپره با عصبانیت گفت نه نمیخوام بپذیرم این احساسی رو که در این لحظه دارم من چنین احساسی رو نمیخوام. پرسیدم این کیه که داره این حرفا رو میزنه؟ تو یا کالبد دردمند عاطفی تو؟ احساس غم تو از اینکه بدبخت هستی لایه دیگه ای به بدبختیت اضافه میکنه. دوباره سکوت کرد. گفتم ازت نمیخوام هیچ کاری بکنی. فقط میخوام ببینی آیا برات امکان داره که احساساتت رو همین طوری که هست بپذیری؟ فقط احساسات خیش رو مشاهده کن و اونها رو همونطور که هستند بپذیر. اگر غمگین بودن تو رو ناراحت نکنه، برای غمهات چی پیش میاد؟ اگه بدبخت بودن برات مهم نباشه، بدبختی معناش رو از دست میده. ای کاش بتونی این نکته رو بفهمی. برای مدتی کوتاه گیج شده بود و بعد از چند دقیقه سکوت ناگهان متوجه تغییر محسوسی در میدان انرژی او شدم گفت عجیبه هنوز احساس خوشحالی نمی کنم و غمگین هستم ولی انگار یک فضایی پیرامون غم خیش مشاهده می کنم. این فضایی که اطراف حالت غمگینم رو در بر گرفته اهمیت اون رو برام کمتر کرده اولین بار بود که کسی این حالت رو به این نحو بیان می کرد. فضای اطراف غم اون رو احاطه کرده بود. بدیهیه که پذیرش زمان حال این فضا رو به وجود آورده بود. سکوت کردم و اون رو با تجربه تازهش تنها گذاشتم. اون متوجه این نکته شده بود که اگه از احساسات و عواطف کهنه خیش هویت نگیره اگر احساسات و عواطفش رو مستقیما و بدون تعبیر و تفسیر ذهنی مشاهده کنه و اگه در برابر تجربه لحظه حال خیش مقاومت نکنه دیگه عواطف و احساساتش نمیتونن فکرهای اون رو در اختیار بگیرن و قصه قنبار با عنوان من بدبختم رو برای اون بنویسن. بود تازهی وارد زندگی اون شده بود. این بود هویت شخصی اون رو پشت سر گذاشته بود. این بود ساحت حضور بود. از اونجایی که نمیتوان بدون قصه بدبختی احساس بدبختی کرد بدبختی او با کنار گذاشتن قصه بدبختیش به پایان رسیده بود. این آغازی بود برای پایان کالبد دردمند عاطفی او. احساسات و عواطف به خودی خود بدبختی نیستند. احساسات و عواطف وقتی که با قصه های بدبختی های من گرده هم میان اون وقت من احساس می کنم که بدبختم. وقتی که جلسه ما به پایان رسید شادمان بودم از اینکه شاهد وقوع رویداد با شکوه حضور در فرد دیگه ای بودم. در زمین من شاهد محو شدن کالبد دردی هم بودم بدون اینکه با اون جنگیده باشیم. اون کالبد درد همچون سایه ای با تابیدن نور آگاهی محو شده بود. آگاهی همین و بس. ما تنها به این دلیل در سیمای انسانی ظاهر شده ایم که بود آگاهی رو به جهان بیاریم. به تعبیر محیدین ابن عربی انسان مردمک چشم جهانه. جهان با انسانه که میبینه. در زبان عربی انسان یعنی مردمک چشم. آن زن رفت. پس از رفتن آن زن بلافاصله دوستی به دیدنم اومد. اون دوست به محض وارد شدن به اتاقم گفت آه چه انرژی تیره و سنگینی تو این اتاقه. بزار پنجره ها رو باز کنم. اینجا چه خبره؟ حالم داره بد میشه. کمی اود روشن کن. گفتم قبل از اومدن تو زنی اینجا بود. او کالبد دردمند عاطفی خود رو رها کرد و رفت. اینکه میبینی انرژی منفی کالبد دردمند عاطفی اونه که در فضای. گرچه دوستم تا به تحمل اون هوا رو نداشت و گذاشت و رفت. پنجره ها را باز کردم و برای شام به رستوران هندی کوچکی در آن نزدیکی رفتم. اتفاقی که در اونجا افتاد تایید واضح دیگه ای بود بر آنچه که قبلا هم می اینکه این که در سطحی خاص همه کالبوت های دردمند ظاهرا مجزا از هم با هم مرتبطن و بر یکدیگر اثر می زارن. هرچند که این تایید خاص منو شکه کرد. بازگشت کال دردمند. درد مند. پشت میزی نشستم و سفارش غذا دادم. غیر از من مشتریان دیگه هم در رستوران بودن. پشت میز کناری من مردی میان سال روی صندلی چرخدار نشسته بود. اون قضاشو تازه تموم کرده بود. به من نگاهی کرد. فقط یک نگاه اما نگاهش بسیار سنگین بود. چند دقیقه گذشت. ناگهان مرد براش افت و بدنش شروع کرد به لرزیدن. حیجان زده و عصبانی بود. فریاد میکشید و از غذای خود گله می کرد. پیش خدمت اومد تا بشقابش رو ببره. مرد بر سر پیش خدمت فریاد کشید. این چه غذاییه که جلوی مشتریان خود میذارین؟ غذا که نبود آشغال بود. پیش خدمت پرسید. اگه آشغال بود پس چرا اونو خوردید؟ این پرسش مرد رو عصبانی تر کرد. انقدر که شروع کرد به فش دادن. انرژی منفی نفرت و ناخورسندی فضای رستوران را انباشته بود. انرژی منفی به جانب کالبد اون مرد میرفت و میخواست درون سلول های کالبد اون جای بگیره. اون مرد اکنون دیگه بر سر مشتریان دیگه رستوران هم فریاد میکشید. ولی به دلیل عجیب من رو که در حالت حضور کامل نشسته بودم ندیده میگرفت. احساس کردم کالبد دردمند اون زن رو یعنی همون انرژی منفی اون رو با خود به رستوران آوردم و این انرژی به دنبال فرکانس انرژی کالبد دردمندی متناسب با فرکانس خود گشته و اکنون اون رو در کالبد دردمند همین مرد پیدا کرده و کالبد دردمند اون رو فعال کرده پس کالبد دردمند اون زن به گونه خود رو به دیگری منتقل کرده مدیر رستوران در رو باز کرد و گفت از اینجا برید بیرون فقط برید بیرون اون مرد صندلی چرخدار الکتریکیش رو به سمت در هدایت کرد و همه رو مبهود بر سر جای خود باقی گذاشت اما بعد از یکی دو دقیقه برگشت کالبد دردمند او هنوز آتش بس اعلام نکرده بود اون برگشت و فوشهایی رکیکتر رو نسار همگان کرد یکی از پیش خدمت ها تلاش کرد مانع ورود مجدد اون به رستوران بشه اما اون با صندلی چرخدارش اون پیش خدمت رو به دیوار چسبوند. مشتری ها از جاشون پریدند و سعی کردن اون رو کنار بکشن داد و فریاد و جار و جنجال به پا شده بود کمی بعد پلیسی از راه رسید مرد ساکت شد پلیس ازش خواست اونجا رو ترک کنه و بر نگرده خوشبختانه به اون پیش خدمت آسیبی به جز چند زخم کوچک روی پاهاش وارد نشده بود. اندکی بعد گویی مدیر رستوران با شهود خود مرتبط شده بود و بین من و اون ماجرا ارتباطی احساس کرده بود و با حالتی نیمه شوخی از من پرسید این درد سرا رو شما درست کردید نه؟ کالبد دردمند کودکان کالبد دردمند کودکان گاهی به شکل گوشگیری و بدخلقی بروز میکنه. کودک عبوس میشه و دوست نداره رابطه برقرار کنه. اون ممکنه عروسکش رو بغل کنه به گوشه اتاق بره و شست خود رو بمکه. کالبد درد اون گاهی هم خود رو به شکل گریه و کچ خلقی بروز میده. اون ممکنه خودش رو رو زمین بندازه، جیغ بکشه و یا چیزی رو بشکنه و خرابکاری کنه. خواسته های برآورده نشده یا اون میتونن کالبد دردمند اون رو نشونه بگیرن. ایگو میتونه از خواسته برآورده نشده سوختی مناسب تهیه کنه. ممکنه پدر مادرها ندونن که موضوع از چه قراره و در شگفت بشن که چطور ممکنه فرشته کوچولوی اونها در چشم برهم زدنی تبدیل بشه به یک هیولا. در این لحظه اونها از خود میپرسن آخه یهو چی شد؟ این همه عصبانیت و ناشادمانی از کجا پیدا شد؟ این حالت بچه ها سهم اونهاست از کالبد دردمند جمعی بشر و میدونیم که خواستگاه این کالبود دردمند هم همون ایگوه. البته ممکنه کودک درد را از کالبود دردمند پدر و مادر خود گرفته باشه. در این صورت پدر و مادر باستا به کالبد دردمند عاطفی خیش را در رفتار کودک مشاهده می کند. بچه های حساس به شدت تحت تاثیر کالبد دردمند پدر و مادر خود هستند. تماشای نمایش جنون آمیز کالبد دردمند پدر و مادر موجب دردهای شدید عاطفی در فرزندان میشه. این دردها در بچه ها تلمبار میشه و اونها رو تبدیل میکنه به کودکانی که در کودکی زیر بار سنگین کالبد دردمند بزرگ سالان پیر شده. گاهی پدر مادر سعی میکنن کالبد دردمند خود رو به فرزندانشون نشون ندن. اونها به هم میگن ما نباید جلوی بچه ها با هم دعوا کنیم خوب نیست. اما بچه ها گول پدر مادرها رو نمیخورند. یعنی وقتی که پدر و مادر تظاهر میکنن که همدیگر رو دوست دارند و مسئله ای ندارند بچه ها انرژی منفی رو احساس میکنن که فضای خونه رو پر کرده کالبوت های دردمندی که به اجبار خود را مخفی می کنند از کالبوت های دردمند آشکار مسموم ترن. این سم کودکان را مسموم می کنه و غذایی میشه برای رشد کالبوت دردمند عاطفی اونها. بچه هایی که با پدر و مادری ناآگاه زندگی می گاهی به طور ناخودآگاه نسبت به ایگو و کالبد دردمند عاطفی آگاه میشند. زنی میگفت در کودکی وقتی که پدر مادرم با هم دعوا می کردند و بر سر هم فریاد میکشیدند و به هم فوش می دادن من پیش خود میگفتم اینا دیوونن من چجوری از اینجا سر در آوردم؟ در اون زمان او به طور ناخداگاه جنون آمیز بودن رفتار پدر و مادر خود رو تشخیص می داده. همین آگاهی به او به طور نسبی نسبت به بیماری کالبد دردمند پدر و مادرش مسئولیت میبخشیده. پدر و مادرها اغلب نمیدونند که با کالبد دردمند فرزندانشون چطوری برخورد کنند. اما پرسش های اساسی این هاست. آیا اونها طریقه برخورد با کالبد دردمند خیش رو میدونند؟ آیا اونها کالبد دردمند خیش رو تشخیص میدن؟ آیا اونها در لحظه حال یعنی لحظه واقعی زندگی خود حضور دارند تا با این حضور مانع فعال شدن کالبد دردمند خیش بشن؟ هنگامی که کالبد دردمند کودک بهش حمله میکنه از دست پدر و مادر کاری بر نمیاد جز اینکه فقط حضور داشته باشن. حضور پدر و مادرها باعث میشه که فرزندشون به سوی واکنش های عاطفی کشیده نشه چون واکنش های عاطفی کودک کالبد دردمند اونو فربهتر و سنگین تر میکنه. های دردمند میتونن علم بپا کنند که بیا و ببین. اونها خود رو به نمایش های ملودرام و مهیج تبدیل کنند. هرگز این نمایش ها و ادا ها رو باور نکن. اونها رو اصلا جدی نگیر. اگر خواهشی بیپاسخ موجب فعال شدن کالبد دردمند کودک شده، خواست اون رو ندیده بگیر در غیر این صورت کودک یاد میگیره که هر چقدر ناراحت تر باشم زودتر به خواسته خود میرسم. این دستور برای رفتار نادرست در آینده است. بی پاسخ گذاشتن خواهش کودک در این مواقع موجب ناامیدی کالبود دردمندش میشه. البته کالبد دردمند اون ممکنه قبل از اینکه کاملا خاموش بشه بد خلق تر بشه. مهم نیست. خوشبختانه وقتی که کالبد دردمند کودکان بروز میکنه برعکس اون چیزی که در بزرگ می میبینیم در کودکان خیلی زود رنگ میبازه بعد از اینکه کودک آروم شد و یا فردای اون روز میتونی درباره اون چیزی که پیش اومده باهاش حرف بزنی لازم نیست درباره کالبد دردمند عاطفی بهش چیزی بگی در عوض ازش بپرس دیروز چرا جیغ و داد میکردی یادت میاد در اون موقع چه احساسی داشتی حالت تو حتما اسمی هم داره اسم حالت دیروز خود را میدونی اگر میتونستی حال و حالت دیروز خود را ببینی فکر می کنی چه شکلی بود آیا میتونی روی صفحه کاغذی شکل اون رو بکشی وقتی اون حالت تموم شد چه احساسی داشتی آیا اون حالت در تو خوابش برد آیا اون حالت از تو بیرون رفت کجا رفت آیا فکر می کنی اون حالت دوباره برگرده اینا تنها چند پرسش پیشنهادیه این پرسش ها طرح شدن تا توان مشاهده کودک یعنی همون حضور کودک بالا بره. این پرسش ها به کودک کمک میکنه تا حقیقت خیش رو از هویت خیش جدا کنه. هویت کودک چیزی جز کالبد دردمند او نیست. شاید دوست داشته باشی با کودک خیش با زبانی کودکانه درباره کالبد دردمند گفتگو کنی. هنگامی که کالبد دردمند او بار دیگه بازگشت، میتونی بهش بگی: آیا باز برگشته؟ برگشته مگه نه؟ این بار از همون واجه ها و تعبیراتی استفاده کن که کودک تو بار پیش برای بیان احساس خیش اونها رو به کار گرفته بود. توجه کودک را به جانب احساسی که داره هدایت کن. بذار رفتار تو حاکی از کنجکاوی یا توجه باشه نه انتقاد و سرزنش. شاید این کار تو نتونه مانع فعال شدن دوباره کالبد دردمند کودک بشه. شاید اینطوری به نظر برسه که کودک تو به حرفهای تو هیچ اعتنایی نداره اما حرفهای تو به مسابه آگاهی در پس زمینه ناهوشیاری و کالبد دردمند کودک باقی میمونه به تدریج همین آگاهی رشد میکنه و کالبد دردمند کودک تو تحلیل میره حضور مایه رشد کودک. روزی متوجه میشی که کودک توه که داره به تو گوش زد میکنه که اختیار خود رو به کالبد دردمند آتفیت سپردی. ناخشنودی همه نارضایتی و ناخشنودی تو متعلق به کالبد دردمند تو نیست. بخش عمده احساس نارضایتی و ناخشنودی تو معلول عدم حضور تو در لحظه حاله. وقتی که لحظه حال رو انکار می کنی، سرشار میشی از احساس نارضایتی و شوربختی. لحظه حال تنها لحظه واقعی زندگی و زندگی واقعی در لحظه حال که جاریه. اگه این نکته رو بفهمی اون وقت به لحظه حال همون طوری که هست پاسخ مثبت میدی. پاسخ مثبت تو به لحظه حال مانع شکل گرفتن احساس نارضایتی و شور تو میشه. پاسخ مثبت تو به لحظه حال مقاومت درونی تو نسبت به زندگی واقعی لحظه حال رو از بین میبره. با از بین رفتن مقاومت تو در برابر زندگی قدرت تو افزایش پیدا میکنه. احساس نارضایتی و میزان ناخشنودی ناشی از کالبد دردمند عاطفی همیشه با دلیلی که باعث اون شده کاملا نامتناسبه. به بیان دیگه میشه گفت نوعی واکنش افراطیه که معمولا خود فردون رو احساس نمیکنه، بلکه افراد دیگه اون رو به این صورت می‌بینن. کسی که کالبد دردمند عاطفی در او سنگینه همیشه به راحتی دلایلی رو برای عصبانی شدن، دلخوری، غمگین شدن یا ترسیدن پیدا میکنه. مسائل نسبتا جزئی که فرد دیگه ای ممکنه در مقابل اون لبخند بزنه یا شونه ای بالا بندازه یا حتی متوجه اون نشه به دلیلی برای ناخشنودی شدید در این افراد تبدیل میشه. این دلایل البته دلایل حقیقی نیستند. و فقط موجب آغاز فعالیت کالبد دردمند عاطفی در اون فرد میشن و احساسات انباشته شده قدیمی رو در او زنده کنند. این احساسات و عواطف سپس به درون سر میرن و به صداهای درون سر تبدیل میشن و به غذای چرب برای ایگو تبدیل میشن کالبد دردمند عاطفی و ایگو خیشاوندن اونها به هم نیاز دارند ایگو که به شدت از روی احساس عمل میکنه اتفاق یا شرایطی رو که باعث شروع احساسی منفی شده تفسیر میکنه و در مقابل اون واکنش نشون میده و این یعنی میزان اهمیت اون اتفاق کاملا تحریف میشه تو از دریچه گذشته احساسی درونت به زمان حال نگاه میکنی به بیان دیگه اون چیزی رو که میبینی و تجربه میکنی خود اون اتفاق یا شرایط واقعی نیست بلکه درون خودته یا در بعضی از موارد هم ممکنه واقعا خود اون باشه ولی تو با واکنش خودتون رو تشدید میکنی. این واکنش و این تشدید همون چیزیه که کالبد دردمند عاطفی میخواد بهش نیاز داره و از اون تقضیه میکنه. برای کسی که کالبد دردمند سنگینی بر وجودش حاکم شده اغلب خارج شدن از اون برداشت تحریف شده از واقعیت و داستان ساخته شده بر اساس احساسات غیر ممکنه. هرچقدر احساسات منفی داستان بیشتر باشه، سنگینتر و غیرقابل نفوذتر میشه. به این ترتیب داستان رو به اون صورتی که واقعا هست نمیبینی و اون چیزی رو که میبینی با واقعیت اشتباه میگیری. وقتی تو کاملا در جریان افکار و احساسات همراه با اون گرفتار شده باشی، خارج شدن از اون ممکن نخواهد بود. چون حتی نمیدونی که خارج از اون هم میتونه وجود داشته باشه. تو در فیلم یا خواب خود یا در واقع در جهنم خود گرفتار میشی. از نظر تو واقعیت همینه و غیر از اون واقعیت دیگه ای نیست. تو در دام ذهنیت خود افتاده ای و گمان میکنی این تنها واکنشیه که میتونی به اون وضعیت نشون بدی. رهایی از همزاد پنداری با کالبد دردمند کسی که کالبد دردمند سنگین و فعالی داره انرژی خاصی از خودش ساطع میکنه که موجب دافعه او اون میشه و دیگران حضور اونو ناخوشایند تلقی میکنند وقتی که چنین فردی در جمعی حضور پیدا میکنه افراد ازش فاصله میگیرن و یا دوست دارن هرچه زودتر از شهر اون خلاص بشن حوزه انرژی چنین فردی دافعه ای بسیار داره همه از اطرافش پراکنده میشن چنین فردی دوست داره که دیگران بهش احترام نذارن بنابراین یه جورایی عمدن به احترامی دیگران رو بر میانگیزه. انگیزه. اون گاهی میکنه که باعث برخوردی فیزیکی هم میشه. البته کسانی که با چنین فردی چنین برخوردی میکنن، کالبد دردمند خودشون هم در تماس با کالبد دردمند اون فرد فعال شده. اونها به چیزی حمله میکنند که در خودشون هم پیدا میشه. اونهایی که کالبد دردمند فربه‌ای دارند، دائم با دیگران در نزاع و کشمکشن. البته ممکنه اونا خود دعوا رو به راه نندازن اما انرژی منفی متراکمی که در وجودشونه موج برمیداره به دیگران میرسه خصومت دیگران رو برمیانگیزه و دیگران رو به دعوای ناخواسته میکشونه هنگام روبرو شدن با چنین آدمی حضور هوشیارانه بالای لازمه تا کار به واکنش و جنگ و جدال نکشه گاهی حضور تو باعث میشه تا کسی که کالبد دردمند فربهی داره به خودش بیاد. هویت جل شده خیش رو کنار بذاره و موجز آسا بیدار شه. گرچه ممکنه بیداری اون چندان طولی نکشه. اما همین بیداری موقتی هم میتونه مبنایی برای بیداری پایدار او در آینده بشه. نخستین باری که شاهد چنین بیداری بودم سالها پیش بود. ساعت حدود یازده شب بود که زنگ خونم رو زدن. از آیفون صدای مستره به همسایم اتل رو شنیدم که می گفت، میخوام می خوام با شما صحبت کنم، مهمه، خواهش می کنم اجازه بدید داخل بشم. اتل زنی میان سال باهوش رو تحصیل کرده بود. در زم او ایگوی نیرومند و کالبود دردمندی فر به داشت. اون در نوجوانی از اردوگاه هیتلری گریخته بود و بسیاری از اعضای خانوادش رو در اردوگاه های کار اجباری از دست داده بود اتل مضطرب و هیجان زده روی کاناپه نشست. اون وقت از لای پوشه ای که در دست داشت کاغذهایی را بیرون آورد و اونها رو, رو روی مبل و روی زمین پخش کرد. بلافاصله حس عجیبی رو در خودم احساس کردم. مثل اینکه کلید تنظیم نوری درونم رو با حد اکثر قدرت روشن کرده بود. کار دیگه ای نمیتونستم انجام بدم جز اینکه باز، هوشیار و شدیداً حاضر باقی بمونم. با تک تک سلول هام حضور داشتم و پذیرای همه چیز بودم. درباره اون هیچ قضاوتی نداشتم. اون رو تفسیر نمی کردم. می دیدم که واجه ها از دهانش جاری شدند و حرف می زنه و می گه. امروز باز هم نامهی برام فرستادن که باعث نگرانیم شده. اونا می خوان از من انتقام بگیرن. لطفا کمکم کنید. کمکم کنید تا با اونها مبارزه کنم. اگه وضع به همین پیش بره خونمو از دست میدم. معلوم شد که اتل هزینه خدمات ساختمان را نپرداخته و مدیر ساختمان هم از دست اون شکایت کرد. اتل ده دقیقه حرف زد. من سکوت کردم و گوش دادم. ناگهان سکوت کرد و به دور دوروبر خود نگاهی انداخت. انگار از خواب بیدار شده. آروم شد. انگار حوزه ی انرژیش دگرگون شده. سپس به من نگاهی انداخت و گفت این چیزا اصلا مهم نیستن. مگه نه؟ گفتم درست میگی این چیزا اصلا مهم نیستن. چند دقیقه رو در سکوت گذروندیم. سپس کاغذ های خود را رو از روی مبل و روی زمین جمع کرد و برخواست و رفت. فردای اون روز در خیابان دیدمش. جلو اومد و گفت دیشب چی پیش اومد؟ بعد از اینکه از خونه شما رفتم راحت خوابیدم. سالها بود که چنین خوابی رو تجربه نکرده بودم. درست مثل یک نوزاد خوابیدم. من کاری نکرده بودم فقط واکنشی نشون نداده بودم قصه اونو تایید نکرده بودم با فکر خود بر افکار اون نیافزوده بودم با عواطف خود کالبد دردمند عاطفیش رو تغذیه نکرده بودم همین من بهش مجالی داده بودم تا اون لحظه ها رو همون طوری که هست تجربه کنه من بهش با مداخله نکردن قضاوت نکردن کاری نکردن مجال داده بودم. حضور ما همواره موثرتر از مداخلات ماست. اگر میخوای به کسی کمکی بکنی، فقط مداخله نکن. لازم نیست کاری بکنی. فقط قضاوت نکن. گرچه تجربه بیداری اتل پایدار نبود، اما امکانی شگرف رو به اون نشون داده بود. امکانی که در درون همه ما هست. امکان فارغ بودن و حضور داشتن. وقتی که فارغ هستی و حضور داری متصل میشی به هستی کل چنین اتصالی رو در مکتب زند ساتوری مینامد، ساتوری لحظه ی حضور نابه گامیه به بیرون از حیاهویی که در سره حیاهوی درون سر و فکرها نمیذارن حضور را تجربه کنی فکر تفسیری غلط و مخدوش از حضور به دست میده فکر همون ذهنیته ذهنیت تو حضور رو اینطوری تفسیر میکنه که اهمیت ندادن به دیگرانه خونسا شدنه شفقت نداشتن بی تفاوت شدن بی احساس شدن ذهن نمیتونه متصل شدن قطره به دریا رو ادراک کنه در حضور ناب تو از رابطه سر فراتر میری در حضور ناب تو حضور حقیقت خیش رو هم در صورت خیش و هم در صورت همه چیز و همه کس مشاهده می کنی. در حضور ناب دیگران دیگه برای تو دیگران نیستند. تو با همه چیز و همه کس یگانه ای. هنگامی که به ساحت یگانگی می رسی، عشق حقیقی، توجه حقیقی و شفقت حقیقی میشکافه. عوامل محرک بعضی از کالبوت های دردمند عاطفی فقط به یک انگیزه یا وضعیت خاص واکنش نشون میدن. این انگیزه یا وضعیت با دردهای گذشته ی فرد مبتلا قرابت و نزدیکی داره. مثلا، اگه کودک در خانواده بزرگ بشه که مسائل مالی موجب نزا و کشمکش مدام والدین بوده، اون ترس و احساس عدم امنیت اقتصادی پدر و مادر خیش رو جذب میکنه و کالبد دردمندی می سازه که در مواجهه با هر گونه مسائل مالی بیدرنگ تحریک میشه. این کودک در بزرگسالی خود هم بر سر مبالغ اندک واکنش نشون میده. یعنی برای این کودک پول حتی اگه مبلغش اندک هم باشه بسیار مهم میشه. پول برای این کودک مایه بقاه. در پس ترس و خشم این کودک یا این بزرگسال موندن و زنده موندن مطرحه. من حتی آدم های نسبتا آگاه رو هم دیدم که در رابطه با یک معامله کوچک چنان برافروخته شدن که جا به جا سکته کردن. همونطور که روی پاکت های سیگار نوشتند سیگار برای سلامتی زیان داره خوبه روی اسکناس ها هم بنویسند پول کالبد دردمندتون رو تحریک میکنه و موجب نادانی و جهالت میشه. کودکی که مورد بیعتنائی و کم توجهی والدین خیش بوده و در خانه به حساب نمی اومده ممکنه برای خود کالبودی دردمند بسازه. کالبود دردمند اون با کوچکترین چیزی تحریک میشه. مثلا اگه دوستی دیر سر قرار برسه یا همسر دیر به خونه بیاد کالبود دردمند اون فورا ناراحت و عصبانی میشه. اگه همسر اون ازش جدا بشه یا بمیره درد عاطفی اون بیش از حد معمولی این درد در چنین وضعیت‌هایی خواهد بود در این مواقع درد عاطفی چنین آدمی با اندوه و یأس و ماتم و افسردگی شدید همراه خواهد بود زنی که در کودکی مورد آزار جسمی پدرش قرار داشته کالبد دردمند بسیار تحریک پذیری داره کالبد دردمند این زن در ارتباط نزدیک با همسرش نیز تحریک میشه چنین زنی گاهی به جانب مردی که کالبد دردمندی مشابه کالبد دردمند پدرش داره کشیده میشه. این زن به دردهای عاطفی خود معتاده. بنابراین به جانب مردی کشیده میشه که دردهای گذشته اون رو تجدید کنه. گاهی این کشش با عشق اشتباه گرفته میشه. مردی که کودکی ناخواسته بوده و به اندازه کافی مورد توجه مادر خیش نبوده کالبد دردمند دمدمی مزاجی داره. اون از یک طرف آتش عشق مادرانه رو داره و از طرف دیگه از مادری که به اون محبت نکرده بیزاره. کال بوده دردمند این آدم در بزرگسالی توسط تقریبا هر زنی تحریک میشه. اون نیاز شدیدی داره که توجه و عشق هر زنی رو به سمت خود جلب کنه. بنابراین سعی میکنه هر زنی رو اقباو و تسخیر کنه. اون به این ترتیب سعی میکنه نیاز عاطفیش به عشق مادرانه رو برآورده کنه. اون اگه به زنها توجه میکنه در زنها به دنبال مادری دلسوز و سرشار از عشق میگرده چنین آدمی در اقواگری مهارت پیدا میکنه اما اگه از زنی پاسخی منفی بشنوه به یاد بیمهری های مادرش میافته، فورا براشفته میشه و کالبد دردمند شدیدا تحریک میشه هنگامی که کالبد دردمند خیش رو تشخیص میدی خواهی دونست که چه محرکایی میتونن اون رو فعال کنن. این محرک میتونه یک وضعیت باشه یا کاری باشه و یا حرفی. وقتی که با این محرک روبرو میشی، بیدرنگ متوجه ماهیت اونها میشی و به سطحی برتر از آگاهی صعود میکنی. تو دیگه در سطح اون محرک ها نمیمونی. البته ممکنه در همون لحظه های نخست متوجه بشی که واکنش ناشی از کالبد دردمندته. اما دیگه از کالبد دردمند خود هویت نمیگیری یعنی کالبد دردمند تو دیگه نمیتونه زمام اختیار تو رو در دست بگیره و به صدای درون سر تو تبدیل بشه در این زمان اگه با همسر خود باشی به اون میگی سخن تو و یا کاری که کردی کالبد دردمند منو تحریک کرد با همسر خود قرار بذار و بهش بگو هر وقت حرف یا عمل تو باعث تحریک کالبد عاطفی من شد بهت خواهم گفت به این ترتیب کالبد دردمند تو دیگه نمیتونه در روابطتون بازی در بیاره و با این بازی در آوردن ها خود رو بازسازی کنه. اکنون کالبد دردمند تو مایه حضور آگاهانه تو نیز خواهد شد. هنگام فعال شدن کالبد دردمندت اگه هوشیار باشی و حضور داشته باشی پاره ای از انرژی منفی کالبد دردمندت به سوختی برای حضوری پرمایه تر و پررنگ تر تبدیل میشه. باقی مونده کالبد دردمند تو عقب نشینی میکنه و منتظر ناهوشیاری تو باقی میمونه و وقتی ناهوشیار بشی اون وقت آفتابی میشه کوچکترین احساس منفی مانند آزردگی یا خشم میتونه راه بازگشت کالبد دردمندت رو هموار کنه کالبد دردمند تو نمیتونه حضور تو رو تاب بیاره به همین دلیل خواهان غیبت توه کالبد دردمند می تواند موجب بیداری شود. در ابتدا چنین به نظر می رسه که کالبد دردمند تو سطح راه بیداری توه. کالبد دردمند ذهن تو رو اشغال می کنه. فکرهای تو رو تحریف می کنه. روابط تو با دیگران رو به هم می زنه. سیاه می شه و آسمان زندگی تو رو می پوشونه. کالبد دردمند میخواد تو رو به جهل و جنون بکشونه. به عبارت دیگه کالبد دردمند تو میخواد تو با ذهن و عواطف خود همزاد پنداری کنی. یعنی گمان کنی همون ذهنیت خود و یا عواطف خود هستی. کالبد دردمندت وادارت میکنه که واکنشی عمل کنی و یا دست به کارهایی بزنی که موجب اندوه تو دیگران میشه. هرچقدر اندوهگینتر تر باشی، زندگیت بیشتر دوچاره به هم ریختگی خواهد شد. ممکنه بدنت نتونه تا به این همه فشار رو بیاره و دچار بیماری و اختلال بشه. از اونجایی که کالبد عاطفی تو به دنبال حادثه های ناجوری میگرده ممکنه تصادف کنی و یا دچار وضعیت های ناگواری بشی. ممکنه به دام قصه ای پرکشمکش بیفتی و نتونی خود را از اون خلاص کنی. ممکنه دست به خشونتی فیزیکی بزنی. اصلا ممکنه اوضا به اندازه وخیم بشه که دیگه نتونی با خیشتن بدبخت خیش زندگی کنی و تصمیم بگیری به این زندگی نابسامان و غمبار خاتمه بدی. هرگاه کالبد دردمندت اختیار تو رو در دست بگیره اگه نتونی بشناسیش و هویت واقعی اون رو تشخیص بدی به بخشی از ایگوت تبدیل میشه. هر چیزی که به تو هویت میبخشه ایگوی تو میشه هویت گرفتن از چیزی یعنی همزاد پنداری با اون چیز. کالبود دردمند تو یعنی همون قصه شخصی زندگی تو یکی از مناسبترین ترین دستمایه های ایگو برای ساختن هویت. فراموش نکن که تو قصه شخصی زندگی خود نیستی. حقیقت تو فراتر از این قصه ها و قصه هاست. قصه های شخصی زندگی همه پر از قصه هند. البته اتحاد نامبارک کالبود دردمند و ایگو همیشگی نیست. همونطور که یک دستگاه الکترونیکی نمیتونه ولتاژ بالاتر از ظرفیت خود را تحمل کنه و با ولتاژ بالاتر از ظرفیت خود میسوزه، وقتی هم که کالبد دردمند بسیار فربه میشه و دردهاش از حد تحمل ایگو میگذره، ایگو آب میشه. اونهایی که کالبد دردمند عاطفی بسیار فربه دارند، به نقطه می رسن که احساس می کنن دیگه نمی تونن به این وضعیت ادامه بدن. اونها دیگه تا به درد و رنج بیش از این رو ندارن. به تعبیری دیگه اونها از بدبختی خود سیر شده و به سطوح میان. بعضی ها احساس می کنن دیگه حال و حوصله خودشون رو هم ندارن. اونها دیگه نمی تونن با خودشون زندگی کنند. در این هنگامه که آرامش و دلاسودگی و فراغت معنا پیدا میکنه. درد شدید عاطفی اونها رو وادار میکنه از هویت ذهنی و عاطفیشون دست بردارن. اونها به طور ناخودآگاه متوجه میشن که همزاد پنداری با ذهن و عاطفه است که موجب احساس بدبختی اونها شده. اونها متوجه میشن که قصه غمبار زندگیشون نیستن. متوجه میشن که دانایی و آگاهی هستند نه دانسته های تلمبار شده در ذهنشون. به این ترتیب کالبد دردمند عاطفی اونها مایه بیداری و آگاهیشون میشه. بیداری آگاهی در حال گسترشه. مردم لزوما نباید درد بکشن تا بیدار و آگاه بشن و خود را از کالبد دردمند عاطفیشون جدا کنن. هر وقت متوجه شدی که داری به ناآگاهی میلغزی، میتونی بیدرنگ فراز آگاهی رو انتخاب بکنی و وارد حالت حضور بشی. میتونی دست از مقاومت بکشی ساکن و خداگاه بشی و با درون و بیرون یکی بشی گام بعدی در تکامل بشریت اجتناب ناپذیر نیست اما این گام برای نخستین بار در سیاره ما میتونه انتخابی آگاهانه باشه کیست که انتخاب میکنه تو هستی تو کیستی چیستی تو همان شعور بیکرانه ای هستی که نسبت به وجود خیش آگاهی پیدا کرده. رهایی از کالبد دردمند مردم مدام از من میپرسن رهایی از کالبد دردمند عاطفی چقدر طول میکشه؟ پاسخ اینه بستگی داره به میزان شدت و سنگینی دردمندی کالبد خود فرد و همچنین میزان هوشیاری و حضور فرد. از یاد نبر که کالبد دردمند عاطفی نیست که باعث رنج توه بلکه همزاد ذات پنداریت با کالبد دردمند عاطفیت که باعث رنج میشه. یکی شدن با کالبد دردمند عاطفی تو رو وادار میکنه تا گذشته های قنبارت رو دوباره زندگی کنی. وقتی که گذشته هات رو زندگی میکنی کاملا ناآگاه هستی. آگاهی حضور فقط در لحظه حال امکان پذیره. پرسش درست اینه. چقدر طول میکشه تا از همزاد پنداری با کالبد دردمندمون دست برداریم؟ پاسخ این پرسش اینه که اصلا طولی نمیکشه. وقتی که کالبد دردمند تو فعاله، فقط کافیه که بدونی و آگاه باش این کالبد دردمند توه که چنین و چنان میکنه. این شناخت و آگاهی تنها چیزیه که برای رهایی از همزاد پنداری با کالبد دردمند خیش لازم داری. وقتی خودت رو دیگه با کالبد دردمندتی یکی نمیدونی، تحول آغاز میشه. این شناخت و آگاهی مانع بازگشت عواطف کهنه و قدیمی میشه و همینطور نمیذاره در سر تو حیاهوی به پا بشه و روابطت با دیگران به هم بریزه. یعنی کالبد دردمند تو دیگه نمیتونه از تو تغذیه کنه و خود رو بازسازی کرده و زنده نگه داره. البته ممکنه گاهی سر و احساسات و عواطف قدیمی پیدا بشه. گاهی هم همین احساسات و عواطف تلاش میکنن تو رو ترغیب کنن تا از اونها هویت بگیری تا خودت رو دوباره با اونها یکی بدونی. ولی مدت طولانی نمیتونه به این کار ادامه بده. عواطف خود رو به وضعیت‌های واقعی فرافکنی نکن. با این عواطف مستقیما و در درون خیش روبرو شو ظرفیت حضور تو برای مواجهه با اون بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنی اکنون میدونی که تو عواطف کهنه خیش نیستی وقتی که کالبد دردمند خیش رو مشاهده میکنی به اشتباه گمان نکن که عیب و نقصی در تو به وجود اومده ایگو دوست داره که تو از خود مسئله بسازی و تصور کنی که مشکل داری. دانایی و آگاهی مستلزم پذیرشه. پس این شناخت باید با پذیرش همراه بشه. اگه تسلیم و پذیرا نباشی، داناییت پنهان خواهد شد. تسلیم و پذیرا بودن یعنی به خود اجازه بدی هر حسی رو که در این لحظه داری احساس کنی. تسلیم و پذیرش شیوه حضور در لحظه حاله. با اون چیزی که هست چونه نزن. با اون چیزی که هست در نیافت در برابر اون چیزی که هست مقاومت نکن در غیر این صورت رنج خواهی برد پذیرش تو رو با خیشتن خیش معنوس میکنه به واسطه پذیرش تو چیزی میشی که همکنون هستی یعنی بیکرانگی و جاودانگی تو از جنس ذات هستی نه از جنس صورتهای ناپایدار تو کل هستی تو جزئی جدا افتاده نیستی ایگوه که چنین توهمی رو به تو القا کرده ذات تو ذات همه چیز و همه کسه همون حق حقیقی که بیکرانه و نامیراست وقتی که عیسی مسیح میگه آنی باشید که هستید منظورش اینه که نیازی نیست کامل باشی بلکه خیشتن حقیقی خیش باشی همون چیزی که هم اکنون هستین چه با کالبد دردمند عاطفی و چه بدون کالبد دردمند عاطفی؟